در تعریف اصولی نقد آمده که نقد یعنی سره رو از ناسره تشخیص دادن، یعنی معایب و محاسن یک اثر رو بررسی کردن، یعنی باعث پیشرفت شخص یا اثر شدن. بعد میگن نقد اصولی نقدی است که با رعایت موازین اخلاقی باشه و با رعایت اصول کارشناسی. این لوس بازیایی که من گفتم کلن مال نقد جهانیه. ما خودمون برای خودمون نقد داریم، یعنی کارشناسی و موازین اخلاقی و پیشرفت و همه اینا پیشکش، چنان با جفت پای نقد میریم تو تحال سوژه که اثرش از گوشش بزنه بیرون. اینجوری خیلی هم بهتره. چرا؟ برای اینکه طرف سریع یا پند میگیره یا با خاک کلن یکسان میشه. خیلی هم خوب. دانشمندان دیرین شناس معتقدند که اولین نقد بشر از دوران تیرانوزاراکس آغاز گردید که به همان شیوه تا به امروز ادامه دارد. ایر بیری وچت دانگو ایر ایچت ایر وچت ایر نرکت ایر اونی 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 با ایر اونی گابه اونی بلی اونی اونی بلی اولادی اونی بلی اولادی و بدین گونه اولین نقد تاریخ آغاز گردید کتاب امروز به همان گونه ادامه دارد. کتاب روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخی، بفرما آقا. فیلم دارم. آقا تقویم سال جدیدم آوردیم، بیا اینجا. فیلم های روز دارم، دیویدی نو دارم. آقا کتاب های جدید. من که امروز که اومد باید بهش بگیم، تا کی میخواییم بهش باج بدیم؟ بابا اصلا ما بی خود داریم به این پول میدیم. آخه خیابون که مال این نیست، پول زور داره از ما میگیره. آره زیاد با هم باشیم، وقتی با هم باشیم کاری نمیتونه بکنه که دیگه باج نمیتونه اما بگیره وقتی با هم دیگه باشیم. آره بابا فیلم دارم. ندیم من دارم یاد دارم ندیم. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام. حاضره؟ والا عرض کنم خدمتتون که یعنی عرض که چه عرض کنم؟ بنار گوش میدم. یه انتقاده. انتقاد پذیرم. خوبه بگو میشنم. والا چیزه انتقاد ما اینه که شما سر وقت تشریف بیارین. سر وقت تشریف بیارین ما دیر نشه و خدای نکرده باجتون عقب نیفته. همین من انتقاد ما این هستش به شما. باشه 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 سر وقت میام. چرا حرف اصلی رو نزد؟ خودت بگو. بی ارزه این جبته. خودت نش بکن. در واقع ما میخواستیم انتقاد ما اینه که نمیخواییم به شما باج بدیم. یعنی منظورم اینه که میخواستیم بگیم که اینجوری باج نمیدیم. شما چرا زحمت میکشین تشریف میارین اینجا؟ با خودمون خدمت میرسیم تقدیم میکنیم. ما انتقادمون اینه که نمیتونیم این رو بیان اینجوری نمیتونیم. منظورمون اینه که شما چرا زحمت میکشین تشریف میارین اینجا ما پول نقد به شما بدیم توفتون حرام میشه. کارت خون بیارین کارت میکشیم براتون. چرا توف شما حرام بشه پول نقد؟ چرا؟ من انتقادم اینه به شما. باشه میگم بچه ها استادون بگیرن. دست شما درد نکنه. خیلی از لطف شما ممنونیم. ما بدید بعضی چیزها در انسان اکتسابیه، بعضی چیزها غریزیه. مسئله انتقاد در خیلی ها کلن غریزیه. یعنی بالاترین و بزرگترین شاهکاری که تو زندگیش دیده سریال عمر گل لاله بوده، بعد یه جوری راجع به نئورالیزم ایتالیا حرف میزنه که ندونی فکر میکنی سریال کوزیگونه هم دیده. خیلی ممنون آقای دکتر که تشریف آوردید. ما یه چند روزی که بین خودمون بحث داریم، بحث سینما و فیلم و جایزه خارج از کشور و اینا، گفتیم نظر شما برامون خیلی مهمه. فهمیدید که پارسال فیلم آقای فرهادی اسکار گرفت. خیلی دوست داشتیم بدونیم نظر شما به عنوان یک کارشناس چیه، چون نظرتون خیلی برای ما مهمه. بله نظر بنده، من که به شخصه درباره الی رو بیشتر میپسندم. اصلا اون فیلم باید جایزه میگرفت نه جدایی. نظر بنده، بچه‌ها درست میگن آقای دکتر. همه میدونن که جایزه اسکار سیاسی. دقیقاً یه سری میان فیلم میسازن، سیاه‌نمایی و بدبختی و بیچارگی رو نشون میدن، بعد میفرستن اون ور آب، بعد میره تو کارنامه هنریشون میگن کار هنری ساخت. موقع مسخره است. نظر بنده، به نظر من مشکل جامعه ما اینا نیست. همین مردم هزار تا بدبختی گرفتاری دارن، نون شب ندارن بخورن. وقت اسکار آقای فرهادی به چه دردمون میخوره؟ نه آقای دکتر. به نظر بنده شما یه لحظه ساکت. من با شما موافق هستم. اصلا نمیپسندم گریه و زاری رو به خورد مردم میدن، بعد میگن که ببین فیلم هنری ساختیم، وای چه فیلم خوبی بود، مسخره است دیگه. به نظر بنده منم همینطور. به خدا انقدر فضای سیاسیه، انقدر همه چی اینجوری شده، متنفرم از این حالت. به خاطر همینم تو فهمیدم آقای فرهادی اسکار گرفته، گفتم اسکار گرفتی دور تو خط میکشم. این فیلم سیاسیه، من نمیبینم. به نظر بنده ببخشید آقای دکتر، این فیلمو اصلا من ندیدم، اما چند تا پست رفتم تو فیسبوک گذاشتم و هنوزم دارم علیهش فعالیت میکنم. به نظر بنده اینا هیچ کمکی به مملکت ما نمیکنه، هیچ، بلکه اوضاع رو سیاتر و بدتر هم نشون میده. آقا من که اصلا از سینما متنفرم، تا حالا یه دونه فیلمم ندیدم. آقای دکتر ما که میدونیم تو سینما این مملکت چه خبره. من یه سوال از شما داشتم، میخواستم ببینم که مسئول تحولات اقتصادی این مملکت کیه؟ به نظر من سیاسیه. بله منم موافقم، به نظر منم سیاسیه. Do 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 do
انسان ها به دو دسته تقسیم میشن، 1% دارن کار میکنن، 99% دارن راجب اون 1% نظر میدن. یعنی در ازای هر اثر 99 منتقد و صاحب نظر وجود داره که یا دارن یا میگن، یا دارن یا میزنن، یا دارن یا نابود میکنن، که معمولا نابود میکنن. با سلام و عرض شب بخیر، اخبار این ساعت را به سمع و نظر شما عزیزان میرسانیم. معاونت حقوق و تکلیف وزارت امور خارجه کشورمان در گفتگو با شبکه خبری یورونیوز اعلام کرد خوشبختانه در کشور عزیزمان ایران هیچ منتقدی وجود ندارد و همه در آرامش کامل به سر میبرند. به گزارش خبرنگار واحد خبر مستقر در شمال اروپا، این گفتگو بازتاب گسترده جهانی داشته است. همکنون مردم اروپا با تجمع در خیابانها خواستار نداشتن انتقاد در کشور خود شده و از مسئولین خواستند تا ایران را الگو و سرمشق خود قرار دهند. همچنین در پی اعلام این خبر موج شادی در کشور برپا شد. در جریان این شادی 48 نفر کشته و 137 نفر زخمی شدند. وقوع یک انتقاد سازنده در مرز خسروی جان 70 نفر را گرفت. هشدار مسافر متعهد به راننده اتوبوس که در حال صحبت با موبایل بود آنها را به دره فرستاد. در پی این اعتراض راننده منقلب گردیده و اتوبوس را در ته جاده سقوط داد. مسئولین از ملت محترم و همیشه منتقد خواستند از انتقاد بیجا در حین رانندگی خودداری کرده و به تابلوی هشدار دهنده انتقاد ممنوع توجه فرمایند.
انتقاد معاونت داروی وزارت بهداشت و درمان نسبت به کمبود و گرانی دارو، 3 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشت. گستره این انتقاد از غرب تا مریوان و از جنوب تا بندر لنگه ایران امتداد یافته است. این مسئولین بهداشتی پس از باخبر شدن از وضعیت اسفناک دارو در کشور، به انتقاد از داروخانه ها، داروخانه چی ها، داروها و مردم مستاصل پرداختند. در جریان این انتقاد 3 داروخانه چی، 17 داروخانه و چندین ورق استامینوفن در آتش سوختند. باز هم عده‌ای از مردم با دستاندازی و چپاول اموال مسئولین حادثه آفریدند. در جریان اختلاس اخیر گروهی از مردم با سوء استفاده از امکانات مردمی و دریافت رشوه موفق شدند 30 میلیون تومان از حقوق مدیران بانکی کشور را اختلاس کنند. سخنگوی بانک مرکزی ضمن انتقاد از روند رو به گسترش اختلاس‌های مردمی، خواستار نظارت هرچه بیشتر مسئولین بر عملکرد مالی مردم شد. شب منتقدین به شب خون و آتش تبدیل شد. در جشن سالیانه منتقدین کشور بر اثر یک انتقاد جزئی 17 نفر کشته و 137 نفر زخمی شدند. این در حالی است که معاونت سینمایی وزارت ارشاد پیش از این مراسم نسبت به جمع شدن این تعداد منتقد دور هم به برگزار کنندگان هشدار داده بود. و یک خبر خارجی، انتقاد خانگی در امریکا جان یک مادر و فرزند را گرفت. یک پدر خسته در اثر انتقاد همسرش، همسر و فرزندش را در آتش سوزاند. همکنون در امریکا هر انتقاد به طور متوسط 4.5 کشته بر جای می‌گذارد. امریکا از مدعیان آزادی انتقاد در جهان است. تا بخش بعدی خبر، همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. بچه ها چون عملمون امروز ساده است، میتونیم یه گپی هم موقع عمل بزنیم. دیشب داشتم با خودم فکر میکردم که مثلا ما خیلی وقت با هم حرف نزدیم. گفتم اگر امروز اومدیم با همسر عمل با هم صحبت کنیم که مثلا اگر کسی مشکلی، نقدی، مسئله، انتقادی، چیزی نسبت به من، نسبت به شرایط اتاق عمل، به هر حال چند سال داریم با هم کار میکنیم، کورتیزون 2 میل تزریق کنیم. گفتم اگر چون عملمون امروز ساده است با همین گپه رو بزنیم. اگه کسی موردی، انتقادی، چیزی داره بگی. بگو شما از شما. ایوای نه آقای دکتر، همه چی خیلی هم خوب. خب خیلی هم خوب. شما چی؟ همه چی عالیه آقای دکتر. هیچ مشکلی نیست. خوبه پس اوضاع. شما؟ منم هیچ مشکلی ندارم دکتر. خیلی خوب. شما چی؟ راستش دکتر بی‌ادبیه، ولی یه 2-3 مورد کوچیکه که بالاخره من دوست داشتم به شما بگم، اگر حالا که اجازه دادین. اگه بی‌ادبی، اگر نه عزیزم بگو دیگه، قراره که صحبت کنیم. بگو. یکی مسئله اینه که توی این چند وقت اخیر، مثلا این چند ماهه، شما دیگه اون چی میگن تمرکز کافی رو واسه عملان ندارید. مرتب حالا با تلفن صحبت میکنید، یا یادتون باشه هفته پیش بود دیگه، واسه تزریق اشتباهی که کردیم، حالا خدا به خیر گذروند، ولی ممکن بود یه بیمار ما از دست بدیم. خب عرضم به خدمتتون که میگم بیادبی میکنم جلوی شما، ولی واقعیت تزریق کن کورتیزون 3 میلی. خب واقعیت اینه که ما هممون چند ساله که درس خوندیم بالاخره واسه این که بتونیم تو عملا شرکت کنیم، ولی متاسفانه چند سال هم از اولی که با شما کار میکنیم دستیار وایسادیم و بالاخره میدون به ما نمیدید که ما بتونیم مثلا خودمون تو عملا مستقیما شرکت کنیم و اینها. یه مورد مشارکت کنیم تو عمل بله، به طور مستقیم. خب میگم بی ادبیه. مورد سومم میگم، ببخشید واقعا نمیدونم چجوری بگم. عرضم به خدمتتون که یه مورد کوچیک دیگه ای هم که هست، این مسئله صبح زوده که دیگه فکر کنم بچه‌ها میدونن،
صبحای زود شما بعد دیر میایید، بعد ما اینجا بعضی وقتا بالا سرم بیمارم شده، بچه ها دیدن خوابمون برده. یعنی این دیر اومدن ها، این صبح زود اومدن ها، این ساعتی که موقع برای عمل و اینها، اینا چیزاییه که حالا چون میگم باز عذرخواهی میکنم جلوی شما، چون گفتین بگو من گفتم، وگرنه که اصلا دیگه همین تموم شد؟ بله همین سه مورد. بله اگه اینا حل شه که دیگه. در اینو بذاری برعکس کن. من چیزی نگفتم. پیتزا خالی بفرمایید. سلام. ببخشید اندی نجفی هستم، الان یه کوکتل پنیر سفارش دادم برام فرستادین، بعد الان نگاه میکنم نون خالیه با یه ذره کاهو، بعد گشتم تو پلاستیکی نام نیفت. مسئله نداره، الان وصلتون میکنم. پیشنهادات و انتقادات بفرمین. هر دست شما در نکن. سلام خانم، من یه دونه کوکتل پنیر سفارش انتقادات و پیشنهادات پیتزا خالی تماس گرفته اید. لطفاً تلفن خود را در وضعیت تون قرار داده و دکمه مربع را فشار دهید. سلام. سلام خانم، من یه دونه کوکتل پنیر سفارش دادم. و پیشنهادات خوش آمدید. چنانچه از وضعیت غذاهای ما راضی هستید، دکمه یک، و چنانچه راضی نیستید، دکمه دو را فشار داده و سپس دکمه مربع را فشار دهید. سلام خانم، یه دونه کوکتل پنیر من سفارش دادم، مثل این که اشتباه فرست. چنانچه به وضعیت گوجه ها انتقاد دارید، دکمه یک. چنانچه به کیفیت خیارشورها معترضید، نداره هیچ. دکمه دو. چنانچه از وضعیت پیاز جعفری رنج میبرید، دکمه سه. و چنانچه میخواهید کلن ایراد بگیرید، دکمه چهار را فشار داده و سپس دکمه مربع را فشار دهید. چشم. سلام خانم، این دوست همکارتون من الان توضیح داد. الو. چنانچه خسته شده اید، دکمه مربع را فشار داده و سپس قطع کنید. نه. و چنانچه پیگیر هستید، دکمه مربع را فشار داده و منتظر وصل شدن به اپراتور بمانید. سلام خانم. ببخشید من الان به همکارتونم توضیح دادم، گفتن که با شما سیر شده اید، دکمه یک و مربع را فشار داده و سپس قطع کنید. و در صورت تمایل برای ادامه روند اعتقاد سه بار بگویید قوری ز قلم
قلم ز قوری و سپس دکمه مربع را فشار دهید. قوریز قلم قلم ز قوری، قوریز قلم قلم ز قوری، قوریز قلم قلم ز قوری. سلام. سلام خانم. همین الان دکمه مربع را میخواستم... فشار دهید. مربع؟ سلام. سلام خانم. ببخشید من با از انتقاد سازنده شما اشتراک جناب عالی لغو گردیده و از این پس می توانید غذایتان را از جای دیگری تهیه کرده و زهرمار کنید. حال تا هر زمان که دلتان می خواهد دکمه مربع را فشار دهید. با تشکر از تماس شما. الو الو، یک دسته از منتقدین هم هستن، بهشون میگن منتقدین دلسوز، یعنی اینکه درد رو میبینن و برای درمانش هم راه حل دارن، منتها چون کسی نه به حرف اینا گوش میده نه کسی تحویلشون میگیره نه صداشون به جایی میرسه، اینا فقط آلودگی صوتی ایجاد میکنن. سلام. رسانه ها از ارکان مهم و تاثیرگذار جوامع امروز هستند. به همین مناسبت در خدمت جناب آقای دکتر محسن قربانی نژاد، ریاست محترم نظارت بر رسانه هستیم و به بهانه قانونمند شدن نظارت بر رسانه با ایشون گفتگویی داشته باشیم. جناب آقای دکتر، هدف شما از طراحی و ابلاغ این قانون چه بوده؟ ما خواستیم انتقاد باز باشه تا رسانه ها بتونن به وظیفه اصلی خودشون عمل کنن، بدونن که یه قانون محکمی هست که داره ازشون دفاع میکنه. آقای دکتر، محدوده مجاز برای انتقاد کجاست در این قانون؟ هیچ محدودیتی برای انتقاد وجود نداره. هر جا و هر جوری که دلشون میخواد انتقاد کنن ما حمایت میکنیم. هر انتقادی؟ هر انتقادی که سازنده باشه. یعنی همونقدر که از نقاط ضعف و کاستی ها میگن از نقاط قوت و خوبی هم بگن. خب البته این که فرمایش کاملا درست و متینی هستش. برای همین خاطر در تبصره اول این قانون اومده که در مرحله اول رسانه ها به بیان خوبی ها و نقاط ضعف باید بپردازن، تا ایشالله کسانی که دوستانی که به مرحله دوم راه پیدا کردن اونجا بتونن انتقادشون رو مطرح کنن. ببخشید آقای دکتر، این مرحله اول چقدر طول میکشه؟ حالا شروع کنیم، دوستان به خوبی حسنیتشون رو نشون بدن، شما نگران اتمامش نباشید. بعد ببخشید آقای دکتر، اون کسایی که میرن به مرحله دوم دیگه اونجا میتونن به راحتی از هر فرد یا سازمانی انتقاد کنن؟ در تبصره این قانون اومده رسانه‌ها حق ندارن هنگام انتقاد کردن از افراد یا سازمان نام ببرن. اصلا نام نباید ببرن. ببخشید، مگه میشه بدون نام بردن از کسی یا چیزی ازش انتقاد کرد؟ در تبصره سوم این قانون اومده آبروی افراد برای ما مهمه، رسانه‌ها میتونن کلی انتقاد کنن، طرف اگر شعورش داشته باشه میفهم. آه، یعنی منظورتون اینه که صرفا از عملشون انتقاد بشه؟ فقط تو تبصره چهارم اومده ادبیات و واژگان نقد خیلی مهمه، کلمات نقد باید فارسی مؤدبانه بدون بار معنایی منفی باشه. ببخشید، منظورتون دقیقا از این بار معنایی منفی چی هستش؟ اینجا تو قانون اومده، تو تبصره پنجم اومده واژگانی مثل دوزی، اختلاس، تخلف، اشتباه، حماقت، چرا، چطور، کجا بار منفی داره، رو روحیه مردم تأثیر میذاره، خدایی نکرد. آقای دکتر، به جای این همه تبصره اگر یک قانونی تصویب میکردید که آقا کسی انتقاد نکنه بهتر نبود؟ اینجا تو قانون اومده باید انتقاد کنن تا برن مرحله سوم. وقت ببخشید، مرحله سوم چیه؟ اینجا تو قانون اومده در تبصره ششم اومده که مرحله سوم مرحله برخورده، برخورد با رسانه ها. ببخشید، یعنی اول تعریف کنند بعد انتقاد کنند بعد شما باهاشون برخورد میکنید؟ بله. اون وقت چه برخوردی میکنید؟ بستگی داره نیتشون چی بوده باشه از نقد، هدفشون چی بوده باشه از نقد، رویکردشون چی بوده باشه از نقد. وقت به نظر شما این قانون قانون مناسبی است؟ اینجا تو قانون اومده. بله. خب من با تمام احترامی که برای شما قائل هستم، آیا شما به عنوان یکی از اصحاب رسانه فکر میکنم این قانون نواقص فراوانی داره؟ تو تبصره هشتم قانون ما اومده هر گونه نگرش منفی
که موجب فکر بد و زیر سوال بردن این قانون بشه و باعث بشه شبهه در مردم ایجاد بشه، جرم با فرد خاطی باید برخورد بشه. بینندگان عزیز، تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خداحافظ. خوبی؟ بابا آشقا بفرما. بابا من دارم میرم بیرون، میخوام برم جایی بد برم استخر. خداحافظ. باید ببینم کجا داری میری؟ با این لباس کجا داری میری؟ برم استخر. آدم اینجوری تیپ میزنه بره استخر؟ آره تو داری میری عروسی بد در دیگه. حالا الان که پوشیدم دفعه بعد رعایت میکنه. رعایت چیه؟ بیشوهر، من داره انتقاد سازنده ازت میکنم. چرا این فهمی تو؟ بابا دیرم شده دیگه، الان بچه ها میرسن. بذار برم، خدافز. مایل برداشتی؟ خب بله دیگه، با این لباس که نمیپرم تو آب. حوله دم پای هم ببرد. هست اونجا. خب بعد بر یه نفر به جامعه ایدزا میری اصافه میکنی گه. ایدز میگیری؟ پدر من مگه ایدز از طریق دمپایی منتقل میشه؟ خب بعد بخ شما میری کیفتون میکنیم، بعد بیان گرفتنش بری من میاری. من اون باید چیکار بکنم؟ نه قول میدم حواسم باشه. الان دیگه بچه ها کندن دارن میپرن تو آب. خب نیک بعد بری تو آب، خب آب میره تو گوشه. نه نه حواسم هست، از این چیزا میذارم تو گوشم، محکم نره تو گوشم. وای افتادی کمرت شکست، چی بیچاره؟ بابا من دست پا چلوفتیم، واسه چی کمرم بشکنه؟ بیشو آب استک کلور داره، تو نمیدونی خود از کلت به سبب بشه. خب من چی گهی روی سرم بریزم؟ نه نه اصلا حواسم با جمعه، از این کلاه خریدم محکم میکشم رو سرم، اصلا آب نره. باریکه، حالا از کدوم مسیر میری؟ اصلا نمیرم. نکبت پک کجا میری؟ میرم هموم دوش بگیرم. بیشور تو مشکلی داری؟ گرفتاری داری؟ سرت میزنن، تحت میزنن، تو همومی که هموم چه خبره؟ چه میکنی تو هموم؟ میرم بخوابم. الان میری بخوابم، الان موقع خوابه. خاک تو سرت کنم، ما جوان بودیم میخوابیدیم اینقدر. بیشور من در این جلسه میخوام یک مطلب عرض کنم. من که انتقاد شده از من، انتقاد شده، میخوام جواب بدم. نمیخواستم جواب بدم ولی احساس میکنم که دیگه باید جواب بدم. میشه میفرمان که صد نامه بدادیم و جوابی نفرستاد، این هم که جوابی نفرستند جوابیست. انتقاد چیه؟ می فرماین که اصلا معلوم نیست شما چی میگی. اینجا نوشتم، میگن یکی از نامه ها انتقادات میگن اصلا معلوم نیست چی میگی، مفهوم نیست چی میگی، معلوم نیست چی من یعنی من اینگر چیه چیگن میگن اصلا معلوم نیست چی میگی. می فهمد که 72 سال عمر کردم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. میگن معلوم نیست شما چی میگی. میگه این انتقاده. میگن تفسیر شعرهای شما هم غلط هست. جیمت میگن تفسیر شعرهای شما، اینجا نوشتم غلط هست. چی غلط هست؟ چی غلط هست؟ می‌فهمید که طبیبم گفت درمانی ندارد درد مهجوری. غلط میگفت، خود را کشتم و درمان خود کردم. میگه غلطه. چی غلط است؟ مفهوم شعر غلط. حالا من خاطره برای شما تعریف میکنم که ببینید که چیزهایی که من میگم از چی مثلا کجا. ما بچه بودیم، خردسال بودیم، تو کوچه‌مون نشسته بود. می‌فرماید ای که از کوچه معشوقه ما می‌گذری، حد نگه دار که سر می‌شکند دیوارش.
ما بچه بودیم در کوچه‌مون نشسته بود. بعد هوا خیلی گرم بود. خیلی گرم اصلا داشتیم هلاک میشد. میفرماد آن که هلاک من هم میخواهد و من سلامتش، آن چه گناه او بود من بکشم غرامتش. خیلی گرم بود و ما داشتیم هلاک میشد. من یه دوستی داشتم تو همون الان بچه که میفرماد که درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. ما یه دوستی داشتیم نشسته بودیم حرف میزدیم با این دوستم. این دوست ما بچه بود اول خیلی زرنگ بود. اینا که اصطلاح هست میگن نصفش زیر زمینه، خیلی میفرمایش شیرین شیرینه، شیرین ترینه، نصف پدرش زیر زمینه. این خیلی زرنگ بود و باهوش بود پدر. ما هم نشستیم گپ میزدیم. به من گفت که فلانی من دو تا دوست دارم، دو تا. میفرماد دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد، تکیه بر عهد تو با باد صبا نتوان کرد. با من دو تا دوستم. گفتم کی؟ گفت یکی توی یکی من. میخوام اینجا اشاره بده بچگی میگم من نامفهوم هم بزنیم تفسیرش ادقال. یکی توی یکی خودم. این نقطه نقضی رو این میفرماد دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد. ببین چه تأثیری که رو من گذاشت. من انگار اون لحظه میفرماد چه خوش سید دلم کردی بنازم چشم مستت را، که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. این تأثیری که اون لحظه گذاشت روی ما این بود. بعد این جمله تا امروز در ذهن بنده مانده. بعد یه آقای آمد سر کوچه ایستاد. این خارجی بود. ما اصلا آدم خارجی تا اون موقع نزدیک که نیده بودیم. بعد نگو این همسایه ما بود. میفرماد شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. این همسایه ما بود. به این دوست ما اشاره کرد، گفت come here come here. میفرماید بر نیامد از تمنای لبت کامم هنوز، در میان پختگان عشق او خامم هنوز. فرمود come here یعنی بی اینجا. این دوست ما رفتش گفت جانم. میفرماید جان به فدای چشمت، این چه نگاه کردن است. گفت جانم. گفت قدر این دوست تو بدون، یعنی من. میفرماد ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟ یعنی من. منو گفت نشون داد، گفت قدر این دوست بود. حالا این از اون موقع این چیزی که در ذهن اون مونده، من مونده، اون مونده، شما مونده، این مونده، همون و میگن ناگهان مونده تفسیر شیطان. وقت ما به پایان رسید اینجا. من پاسخ این دوستان رو در واقع دادم، مطلبی هم ندارم. بقیه انتقادها رو هم جلسه بعد عرض میکنم. میفرماد ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. خیلی تشکر.